عالمان دین هدف حمله های انتحاری و بمبگذاری در افغانستان. تنها در یک ماه گذشته نزدیک به 4 عالم دین در کندهار، کابل و پروان هدف حمله انتحاری و بمبگذاری قرار گرفتند. این بستگی به تحقیقات داره که چه تعدادی قضایا بحث خشونت های شخصی و خانوادگی است و چه تعداد فعالیت های تروریستی است و ترورایی است که برمیگرده به فعالیت سینا. مولوی عبدالغفور پیروز، عالم دینی که در کندهار از سوی افراد نامعلوم کشته شد. برادرش در کابل میگوید که او مخالف جنگ بود و همواره مخالفان را به صلح دعوت میکرد. برایش اخطار داده شده بود، در پیامخانه برایش نامه فرستاده بودند که به علت چیزهایی که میگویید را میکشیم. او به خاطر وطن، مردم و نظام قربانی داد و میفهمید که یک روز کشته خواهد شد. اما چرا عالمان دین را هدف قرار میدهند؟ کسانی را که همواره از آدرس دین سخن میزنند. آیا این هدف ها پهلوی دیگری دارند؟ البته شبکه های استخباراتی، یک سلسله شبکه هایی که میخواهند ادامه جنگ را به اصطلاح در افغانستان دامن بزنند، اونها علت و سبب میشن که این چنین علمایی که سد راه منافع اقتصادیشان البته میشه یا سیاسیشان البته میشه یا مثلا نفوذیشان میشه، اینها را هدف قرار بدن. هدف قرار دادن عالمان دین نگرانی ها را در میان عالمان دین برانگیختند. یعنی این جریان متاسفانه موجود است و این حالت جریان داره. اگر در این عرصه حکومت و نظام توجه نکنه، امنیت علما را نگیرد، ممکن ما دیگه علمای خود هم از دست بدیم و ممکن روز شود که دیگه محراب و منبر ما از عالم خالی شود. بسیاری ها به این باور هستند که عالمان دین همواره جنگ کنونی را در برابر حکومت افغانستان ناروا دانسته و این موضع گیری آنان سبب شده تا از سوی گروه ها هدف قرار بگیرند. جلال میرزاد، آشنا صدای آمریکا، کابل.